سلام، وقت شما بخیر. به برنامه موج از امو خوش آمدید. من تصویر زندجان در تخار و مسدود شدن سه رسانه در این ولایت. مسئولان محلی طالبان در تخار با عموم میگویند که نشرات سه تلویزیون در این ولایت پس از من پخش تصویر زندجان متوقف شده است. دو تلویزیون خصوصی ماهنور و ریحان و نیز تلویزیون ملی تخار که از سوی طالبان اداره می شود سه تلویزیونی هستند که پس از من پخش تصویر جانداران از سوی طالبان بسته شدند. منابع در میدان وردک، سرپل و بادغیس نیز با عموم تایید کردند که طالبان به آنان دستور دادند که تصویر جانداران را پخش نکنند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان هم به عموم میگوید که روی تطبیق این تصمیم در ولایت‌های دیگر کار میکنند. با این حال ماده 17 قانون امر به معروف طالبان چه جزئیات دارد؟ تا چه زمان تطبیق خواهد شد و آینده رسانه‌ها در کشور چه خواهد شد؟ در موج امشب من عبدالمطلب فراجی با مهمانانم سنجر سهیل روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز روزنامه 8 صبح و بصیر احمد دانشیار معاون سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به این موارد می‌پردازیم. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین به بحث. آقای سهیل، بحث را با شما شروع می‌کنیم. می‌خوایم از همین قانون امر به معروف طالبان شروع بکنیم و ماده 17مش که وضاحت دارد در باره رسانه‌ها، جزئیات این قانون چی اندازه رسانه ها را محدود میکنه و چقدر براستی قابل نگرانی است؟ بسیار تشکر. من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دانشیار گرامی و خدمت بیننده ها. بسیار تشکر که برنامه را برگزار کردین و این بحث را گرفتید. ما پیش از اینکه به بحث قانون امر بالمعروف طالبان بپردازم، یک سوی تفاهم بزرگ ما میخوایم در موردش صحبت بکنم و اوی است که متاسفانه با وجود که طالبان 3 سال میشن و بیشتر از 3 سال میشه که جامعه ما را تبدیل به یک زندان بزرگ برای انسانهای از او سرزمین ساخته، کوچکترین و ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم را رعایت نمی کنن. زنان افغانستان اجازه درس خواندن ندارن، اجازه بیرون شدن ندارن. حتی بر اساس همین قانونی که شما اشاره کردین، صدای زن جزو به اصطلاح مصادیق جرمی تلقی شده و حتی کسی اگر به صورت ناخواسته صدای یک زن را بشنوه ممکن است مرتکب گناه شود. من فکر میکنم که سوء تفاهم کلانی که ما در جامعه افغانستان به خصوص در بین رسانه های افغانستان داریم ایست که ما هنوز فکر میکنیم که طالب یک موجود مسئول و یک گروه مسئول است و یک گروه است که ما از او و توقع برخورد انسانی و برخورد شرافتمند داشته باشه. من فکر میکنم که نخستین گام برای اصلاح مسئله همینجا ایست که ما نسبت به طالب تمام امید خود را برای تغییر جامعه ما به یک جامعه انسانی و به یک جامعه که حداقل در اونجا حقوق ابتدایی انسانی رعایت شود باید برداریم. این توقع از طالب که طالب یک روز انسان شده نیست، به نظر من توقع بسیار بسیار خوشبینانه و در عین زمان بسیار یک توقع احمقانه است. ببخشید اگر من کلمه را استفاده میکنم. متاسفانه تصور میکنیم ما که طالب یک نیروی مشروع است، یک نیروی قانونمند است و این نیروی قانونمند باید در چارچوب قوانین و یک سلسله اصول و پرنسیپ ها کار بکنه. از روز اولی که طالبان آمدن قانون برداشته شده، قانون اساسی وجود نداره، ساختارها و سیستم ها بر اساس پرنسیپ های اصولی و قانونی یک حکومت کار نمی کند. در داخل ساختار طالب یک دانه جنگجوی طالب، یک دانه سرباز روی سرک طالب همون صلاحیتی را داره که ملا عیبت الله در قندهار داره و یا نمیدانم رئیس الوزرا در کابل داره. ببینید چیزی که خیلی مهم است است که طالب به صورت بسیار سیستماتیک، به صورت جدی و به صورت برنامه‌ریزی شده تلاش میکنه جامعه افغانستان را به جامعه رادیکال، افراطی و مثل خودشان تبدیل بکنه. و این گام هایی که اینا برمی دارن که صدای زن را ممنوع کو، مثلا ورود زنان را به اماکن عمومی ممنوع کو، تحصیل دختران را ممنوع کو و مسائل دیگه که هر چیزی که ممنوعیت ایجاد میکنه، اینا کلش هدف
هدفش و تلاشش در راستای تبدیل کردن جامعه افغانستان به یک جامعه تک صدایی که در او فقط صدای طالب برحق است و جدی است و دیگه درست صدای آقای سهیل سوال است درست حرف شما درست طالب داره این کار را انجام میده طالب قانون نداره طالبان به مبانی حقوق بشری باور ندارن اکثرا کسانی را که صحبت میکنن با این موارد موافق هستند اما پرسش است طالب امروز در افغانستان حاکمیت را به دست خودش داره و بر مردم حکمرانی میکنه که بحث قبول کردن مردم یک بحث جداگانه است اما حالی که طالب داره یک چنین کار را میکنه قانون امر به معروفشان هم میگه که محتسبین طالبان حق دارن که تصویر منع بکنه رسانه را مسدود بکنه بند بکنه چی باید صورت بگیره و چقدر این قانون طالبان را شما فکر میکنین که عام بوده چون از یک طرف خودشان این رقم قانونا را توشه میکنن از دیگر طرف خودشان مصاحبه میکنن با رسانه ها اول فراجی عزیز ما به نظر ما همین نوعیت پرسش بسیار مهم است خب درست است طالبان یک واقعیت هست درست است که ناحاکم بر سرنوشت مردم افغانستان هستند اما هر واقعیت حقیقت نیست بسیار واقعیت های در زندگی ما در پیرامون ما وجود دارن که اینا به عنوان حقیقت های به عنوان واقعیت هایی که به وجود آمدن هستند اما ما اون رو نمیتونیم به عنوان حقیقت قبول بکنیم حقیقت جامعه افغانستان این است که جامعه افغانستان یک جامعه متنوع است یک جامعه است که در اونجا تکثر تنوع و گستردگی زبانی فرهنگی و حتی دینی و مذهبی وجود داره و این جامعه را شما به صورت یک دست نمیتونین مدیریت بکنین تاریخ افغانستان حداقل در 50 سال اخیر از زمان اگر کودتای داوود خان به این طرف حساب بکنیم تمام تلاش هایی که در راستای یک دست سازی جامعه افغانستان صورت گرفته محکوم و منجر به سقوط بوده و محکوم به شکست بوده آنچه که طالب هم انجام میده در نهایت محکوم به شکست است محکوم به ناکامی است محکوم به بربادی است چیزی که خیلی مهم است این است که من به نظر من در رابطه با طالب به عنوان یک نیروی مشروع قانونمندی که طالب قانون داره قانون طالب یا نوع برخورد طالب با جامعه با پیرامون با اطرافیان با مردم بر اساس یک سلسله منافع بسیار مشخص که است که همو افراطیت طالب را تضمین میکند و افراطیت طالب را تداوم میبخشد بسیار زیاد شکر آقای سهیل آقای دانشور فکر میکنین این روی کرده که به باور آقای سهیل روی کرده تک صدایی ساختن افغانستان است و طالبان دارن بر همو سمت حرکت میکنن با این قانون امر به معروفشان تا چه زمان تطبیق میشه؟ آیا تطبیق ازی عام است؟ برای همگی است یا نه خب تنها خودشان با رسانه ها دارن مصاحبه میکنن تصاویر شانه است از ذبیح الله مجاهد شروع تا خود عبدالکبیر فرزانه شما متاسفانه ما میبینیم وضعیتی که در افغانستان حاکمای فعلی افغانستان ایجاد کردند وضعیت بسیار اسفباری هست نه تنها در حوزه قانون جدیدی که اینا به نوعی او را میخواین بر سر مردم ما تطبیق بکنن بحث قانون امر معروف که مطرح است در همه حوزه همانطوری که جناب آقای سنجر به او اشاره فرمودند مردم در تنگنای بسیار شدید قرار دارند وضعیت بسیار اسفباری حاکم است و متاسفانه این دکمندیشی و این تنگ نظری روز به روز زندگی مردم را سختتر و دشوارتر ساخته بنابراین با این روی کرد اینها من فکر میکنم بستر فنا بستر بربادی خود و ملت را هم همچنان اینا ایجاد کردن و من فکر میکنم که با این روی کرد خود بستر فنای خود را تسریع میبخشن و دلیل از این که شما میبینیم همونطور که گفتیم برخی از چیزها فقط برای شهروندان تحریم شده برخی از موارد و پدیده ها فقط شهروندان به اونا حق دسترسی ندارن اما حاکمیت فعلی در بس و موارد دیده میشه که از او ابزارها استفاده میکنن اگر تصویر موجودات زنده و موجودات و انسانها و حتی حیوانات که اونا به او اشاره کردن این غیر مشروع هست و یا ای که حرام است خب چرا خود از این از همین ابزارها برای اطلاع رسانی و همون پروپاگاندای خود استفاده میکنن و در بس و موارد همونطور که شما اشاره کردیم چرا اینها از همین ابزارها در مجامع بین المللی برای فریب افکار عمومی استفاده می کنند از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند بنابراین این روی کرد هر روز فضای رسانه ای را برای جامعه رسانه ای افغانستان برای خبرنگاران افغانستان تنگتر می سازه و دلیل از اینکه حاکمیت از عملکرد رسانه ها و خبرنگاران قطعا در حراس است
و وقتی که حاکمیت حرفی را برای مردم نداشته باشه، سهولتی را برای مردم نداشته باشه، فضا را برای مردم تسهیل نکنه و هر روز ممنوعیت و محدودیت و بالاخره مباحث اینچنینی را به مردم به وجود بیاره، خواهی نخواهی هراس را هم داره که صدای مردم روزی خیلی بلند خواهد شد. و آقای دانیجان، خب رسانه هایی که در داخل افغانستان هستند، گزارش های زیادی وجود داره که اینا در سانسور 100% قرار دارند بعد که طالبان میرن و نیوز روما و خبر از اینا رو چک میکنن. تا این حد هم موارد وجود داره و سرش صحبت شده. اینا خب محتوای نشر نمیکنن که خلاف دیدگاه طالبان باشه، رسانه‌ای که در داخل افغانستان هستن. از چی میترسه طالب؟ بله، اما از یک موارد دیگه ای میترسه که شما میدانیم دقیق شما اشاره کردیم که رسانه ها در سانسور شدید قرار دارن، اما امروز هر شهروند خودش در واقع یک خبرنگار و یک شهروند خبرنگار هست. امروز از موبایل های هوشمندی که استفاده میشه در بس موارد ناهنجاری های اجتماعی و فشارها و محدودیت هایی که ایجاد میشه، شهروندان از این فیلم میگیرن و عکس میگیرن و ایره به رسانه هایی که در واقع در تبعید ایجاد شده ایره میفرستن. از همی هم حاکم های فعلی در افغانستان میترسن و میارسن، میخواهند ابزارهایی را برمغان بیارن تا ای که جلو شهروندان را هم همون مواردی که درز میکنه در رسانه های بین المللی و رسانه هایی که در تبعید ایجاد شدن، موارد این موارد را هم جلوشان را بگیرن. به هر حال من معتقد به این هستم که از هر ابزار ممکن برای خفه ساختن صدای آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان حاکم های فعلی استفاده کردن و ای را فکر میکنن که در واقع یک دستاورد است، در حالی که یقین داشته باشن که ای در واقع همو پروسه فنایشان را تسریع میبخشه. و من معتقد به این هستم که قطعا هیچ حکومتی و هیچ حاکمیت استبدادی و دیکتاتوری نمیتونه صدای مردم و صدای رسانه های افغانستان و صدای رسانه های جهان را در واقع خاموش بسازه. به دلیل از اینکه امروز در عصر ارتباطات و اطلاعات قرار داریم و خواهی نخواهی هر شهروند میتونه که گزارش ها و ناهنجاری ها و محدودیت ها و ممنوعیت ها را به جهان مخابره بکنه و اطلاع رسانی بکنه. ممنون. بسیار آقای سهیل، فکر میکنین که خب چون طالبان این روند معنی‌سازی تصویر زندجان ها را از ولایت ها شروع کردن، به یک شمار دیگه از ولایت ها هم این مورد مخابره شده و گفته شده برشان که باید قطع بکنن پخش تصویر و ایگپا را، فکر میکنین که چی زمانی به کابل خواهد رسید؟ فکر میکنین چی زمانی در کابل این رسانه هایی که فعلا نشرات دارن اینا منع خواهد شدن و بسته خواهد شدن؟ اول خب فرق نمیکنه که از کجا شروع شده فراج عزیز. اصل مسئله، بازم من برمیگردم به بحث پیشترم، که اصل مسئله مسئله کنترل است. اینا میخواین از طریق اجرای یک سیاست های اینچنینی جامعه را در کنترل خود داشته باشن و جامعه را نگذارن که در واقع خلاف میل از اینا عمل بکنه، خلاف میل از اینا حرکت بکنه و حتی خلاف میل از اینا فکر بکنه. اصل ماجرا در کنترل است. تفکر طالب یک تفکر تمامیت خاص، یک تفکری که جز خودش هیچ چیز دیگر باور نداره و قبول نداره. یعنی در ساختار فکری طالب یک سفید است، یک سیاست. اینجا نه رنگین کمان است، نه رنگارنگی است، هیچ چیز به عنوان رنگارنگی رو قبول نداره، حتی رنگ را غیر از سیاه و سفید قبول نداره. بنابراین برای طالب، برای در تفکر طالبانی، یک بخش از جامعه سفید است که اینا خودشان هستند، ملاها هستند، جنگجویانشان هستند، لابیست های طالب هستند، سفید سازهای طالب هستند، کسایی که در بیرون نشستن برای طالب تبلیغ میکنن، حتی خانم هایی که مثلا در بیرون هستن و منشینن و طالب را نرمالایز میکنن، و بخش از رسانه هایی که شما به اشاره کردین که در داخل هستن و اینا دارن طالب نرمالایز میکنن، شبکه های اجتماعی است که اینا طالب ها به صورت گسترده ازش استفاده میکنن، تبلیغات میکنن و خود را سفید نمایی میکنن. بخش دیگه از این جامعه برای از اینا سیاست و اینا نیاز به هدایت دارن، نیاز به اصلاح دارن. در تفکر طالب ای است که جامعه افغانستان در طول حداقل 20 سال گذشته یا در سالهای حضور ناتو و جامعه بین‌المللی در افغانستان و در دوران جمهوریت به شدت به اصطلاح گناهکار شده، آلوده شده و باید این اصلاح شود. چطور این اصلاح شود؟ تنها از طریق کنترل ممکن است. منظورتان است که طالبان چنین چیزی فکر میکنن یا شما فکر میکنین که این بخش باید روی کردش در قبال طالبان اصلاح بکنه؟
ما فکر میکنم که ببینن من منظورم این است که طالب نسبت به جامعه افغانستان امیرقم باور داره، امیرقم تفکر داره و طالب فکر میکنه که یک مسئولیت آسمانی برش داده شده و این مسئولیت آسمانی است که جامعه را اصلاح بکنه. جامعه افغانستان از نظر طالب یک جامعه در حال ارتداد یا در حال به اصطلاح رفتن به سوی گناه بوده و اینا آمدن به عنوان یک نیروی خیر یا ظاهرن یک نیروی آسمانی، چنانچه خامیر المومنین است دیگه. تفکر طالب تفکر به اصطلاح از نظر خودشان یک تفکر رهایی بخش است و این تفکر رهایی بخش آمده جامعه را میخواه اصلاح بکنه، جامعه را میخواه نجات بده. چی باید جامعه در برابر از این؟ طالب با هدف از این میکنه که گویا جامعه را اصلاح میکنه. یعنی من منظورم نیست که یکی اگر از امروز از تخار شروع شده میتونه فردا از هر جای دیگه هم شروع شه، اما بحث اساسی هم است که طالب از طریق ایجاد ممنوعیت و از طریق ایجاد یک چنین اقداماتی به دنبال کنترل جامعه است و بعد از اینکه جامعه به کنترلش آمد تلاش میکنه رو در راستای متفکر افراطی بدوی خودش سوق و ثبت و ثبت. خب در بحث رسانه ها فکر میکنین که چی باید صورت بگیره؟ حالا که خب طالب میخواید جامعه را تک صدا بسازه، این روی کرده را ادامه میده، شما به همه این موارد اشاره داشتید، رسانه ها چی باید بکنن؟ دقیقاً. من بسیار سوال جدی و اساسی است. یکی از مباحث اساسی است که در کشورهای دموکراتیک شما میفهمین که رسانه رکن چهارم دموکراسی است و رسانه پلتفرم یا بستر برای ابراز دیدگاه های متنوع گروه های سیاسی، افکار متنوع سیاسی در یک جامعه دموکراتیک است. در یک جامعه دموکراتیک ما بر اساس اصول و قوانین و پرنسیپ های اخلاقی باور داریم و او عبارت از این است که ما ولو که یک نفر صدایش مخالف ما باشه ما باید بشنویم. نه، اما یک گزاره معروف از یک فیلسوف اروپایی است که میگه که من با آنچه که شما میگوید 100% مخالفم، اما حاضرم جانم را بدهم تا شما سخنتان را آزادانه بیان بکنید. نه، وقتی که ما رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی عمل میکنیم، یکی از کارهای اساسی است که ما طالب را مطلقاً باید در این فضاها فضا ندهیم، چون طالب از پلتفرم ما، از بسترهای دموکراتیک ما به نفع افکار افراطی خودش استفاده میکنه و این تجربه در جامعه دیگه هم وجود داشته. مثلا در فرانسه باسک‌ها به عنوان گروه جدایی طلب حق حضور در رسانه ها را ندارن، در اسپانیا گروه های جدایی طلب حق حضور در رسانه ها ندارند، حتی انگلستانی که بستری بزرگی از دموکراسی و به اصطلاح دموکراسی پارلمانی است، یک زمان ارتش آزادی بخش آیرلند یا همو چی میگن ارتش آزادی بخش ایرلند، بله، اجازه حضور در رسانه ها نداشتند، چون وقتی که یک گروه سیاسی از بسترهای دموکراتیک به اهداف افراطی استفاده میکنه او باید ممنوع شود. یکی از بحث‌های اساسی است که ما فکر می‌کنم ما رسانه‌های افغانستان، حداقل رسانه‌هایی که در تبعید هستیم، طالب کاملا ممنوع صدا بسازیم، ممنوع تصویر بسازیم، برای طالب بستر نتیم که بیای از پلتفرم‌های دموکراتیک و آزادانه ما برای افکار افراطی خودش است. بسیار تشکر آقای سهیل. آقای دانشیار، با توضیح را که آقای سهیل دادن، فکر میکنین که آینده رسانه ها در افغانستان چی خواهد شد؟ چی رسانه هایی را که در داخل هستن، چی رسانه هایی را که بر افغانستان کار میکنن ولی فعلا بیرون هستن؟ سلامت باشیم. متاسفانه فضا و آینده بسیار میشه گفت نامطلوب دیده میشه، البته مخصوصا برای رسانه های داخلی، ولی یگانه چشم و امید مردم و جامعه افغانستان، چه در داخل افغانستان چه در بیرون از افغانستان، هست رسانه های تبعیدی است. به دلیلی که امروز ما یگانه امید و روزنه ای که داریم و جهت اطلاع رسانی و رسالت خود را این رسانه ها به شکل شایسته و بایستش میتونن انجام بدن، رسانه های تبعیدی است که اینا در تبعید ایجاد شدن و اینا میتونن صدای واقعی مردم افغانستان باشن و جلو چنین محدودیت ها و ممنوعیت هایی که هر روز زندگی را بر مردم ما تلخ و تلختر ساخته بگیرن و بتانن صدای مردم افغانستان را که در وضعیت بسیار اسفبار قرار دارن به گوش جهانیان برسانن و خواهی نخواهی در تنویر افکار عمومی میتونن نقش بسیار ارزنده و بسزای داشته باشن. به دلیلی که شما میدانیم مسئولیت جانی و حفاظت از
جان خبرنگاران و اصحاب رسانه هایی که اونا در داخل افغانستان است باید در اولویت باشه. ما برای هم مسلکان و هم صنفان خود حق میدیم، برای از اینکه واقعا همانطوری که آقای سهیل فرمودن فضا انقدر تنگ و تاریک شده کسی صدای خود بلند کرده نمیتونه و چنان تمامیت خواهی حاکم شده که هر کسی که بر خلاف دیدگاه حاکم های فیلی حرفی بزنه به معنای واقعی دشمن است و باید نابود شدنی و این خودش میتونه بسیار خطرناک باشه. حتی ما در آموزه های دینی و اسلامی خود هم داریم که ما باید حرف خوب و بد را بشنویم. مصداق آیه قرآن است که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. هر حرف خوب و بد را ما بشنویم، از میانش انتخاب بکنیم. اما همین فرصت را میبینیم حاکمای فعلی نه برای مردم افغانستان و نه برای رسانه های افغانستان و نه برای اصحاب رسانه و فعالان مدنی میدن و این به این معناست که حتی برخلاف آموزه های دینی هم عمل میکنن. چقدر با حرف آخر آقای سهیل موافق هستند که طالب باید در رسانه هایی که در بیرون از افغانستان که از بیرون از افغانستان کار میکنن باید صدایشان به صورت 100% منع شود و اجازه نبیافن برای ازی که صحبت بکنن؟ چقدر با این حرف موافق هستند، مخالف هستند، چه فکر میکنن؟ من با توجه به دانشی که در این حوزه دارم، در این حوزه ملاحظه ای که دارم، او است که به هر حال ما میخواهیم که دیدگاه های متضاد را کنار هم قرار بدیم و این مخاطبان ما که دارای شعور و درک لازم هستند میتونن انتخاب بکنن به مصداق آیه که قبلا هم تلاوت کردم. این به این معناست که خواهی نخواهی مردم دیدگاه حاکمای فعلی را میدانن و در تضاد با این دیدگاه قرار دارن، اما اصل بیطرفی به باور من و دانشی که من دارم در اینجا باید رعایت بشه و این به این معناست که فرموده آقای سوهل کاملا به جا و متین هست که در بسا موارد از این ابزارها استفاده کرده حاکمیت فعلی. اما برای این که سیاه و سفید از هم تشخیص بشه خوبه که ما در بحث ها داشته باشیم، ولی یقین دارم که در بحث ها حرفی رو اینا برای گفتن ندارن. برای این که شما در حوزه آموزش و پرورش میبینیم که حتی جهان اسلام آمد با اینا بحث مناظره رو مطرح کرد، کسی حاضر به مناظره نشد. در بحث حضور بانوان و زنان در اماکن اجتماعی و تفرجگاه ها خیلی از علمای برجسته جهان اسلام بحث مناظره رو مطرح کردن. حاکمیت فعلی جرأت و جسارت و توانایی مناظره رو نداره. خواهی نخواهی در حوزه آزادی رسانه ها و آزادی بیان هم همین مناظره ها از خیلی از شخصیت های برجسته و خیلی از شخصیت های متخصص و حاکمیت فعلی بحث را دارن و اونا حرفی را برای گفتن ندارن، فقط و فقط از استبداد، از دکمندیشی و از دیکتاتوری خود استفاده میکنن و میخواهن که صدای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را محدود بسازن. من معتقد به این هستم که بازم تاکید میکنم که اگر اینها در برنامه های رسانه ایه که به شکل منصفانه و بیطرفانه برگزار میشه حضور هم داشته باشن، حرف برنده ای نخواهند داشت، به دلیلی که با منطق و با استدلال و با دانش حرف نمیزنن. و الا شما در قرن 21 آموزش و پرورش را منع کردیم، اشتغال را برای بانوان و مردم سرزمین منع کردیم، آزادی های رسانه ای را محدود و ممنوع اعلان میکنیم، شما دیگه در این چه حرفی برای گفتن داریم؟ خواهی نخواهی که بازنده هستند و مردم ما و مخاطبان ما میتونن قاضیان خوبی باشن. بسیار تشکر آقای سهیل. اگر مثلا طالبان اجازه زیر نبیافن که در رسانه هایی که آزادانه کار میکنن و زیر اثر طالبان نیستن به اصطلاح به چالش کشیده شوند، راهی که به ذهن شما میرسه یا پیشنهاد شما چیست که چی گونه برخورد چه با طالب اگر آنچه که آقای دانشیار میگن صحبتشان شنیده نشه و تفکیک نشه که کی درست میگه کی غلط؟ من با نگاه آقای دانشیار کاملا موافق هستم. یعنی باید این قدرت و این صلاحیت به دست مخاطب داده شود تا مخاطب به اصطلاح قضاوت بکنه و تصمیم بگیره میان خوب و بد، میان زشت و زیبا، میان سفید و سیاه و امیرخان. اما بحث من یک جای دیگه بود که من فکر میکنم که احتمالاً دوست عزیز ما آقای دانشیار متوجه از اون نکته نشدن و خوب است غیر توضیح بدم. ببینین وقتی که من میگم که شما وقتی به گروه افرادی مثل طالب بستر میتین، چند تا اصل باید طالب در اول باید رعایت بکنه. ما با عنوان بازیگران دموکراتیک وقتی بحث میکنیم اینجا با شما آقای فراجی، با آقای دانشیار، دو تا سه تا اصل اساسی داریم. یکی ای که ما پیش از پیش در مورد شما هیچ قضاوت نداریم، شما یک خبرنگار هستین، آقای دانشیار یک آدم دانشمند با سواد، فعال جامعه مدنی، ما هم یک خبرنگار، هیچ گونه قضاوت دیگه نداریم.
اما طالب وقتی که در بحث میشینه به صورت اوتوماتیک گفته که مثلا شما منافق هستین، شما مرتد هستین، شما باید نابود شوین اگر شما بر اساس فکری از او، بر اساس بینش از او، بر اساس تفکری از او عمل نکنین. بنابراین وقتی شما در یک بحث با یک طرف میشینین، دو سه تا اصل اساسی رو باید رعایت بکنن. او آدمی که در کنار بحث شما میشینه، با شما گفتگو میکنه، باید به اصل برابری شما توافق داشته باشه. طالب وقتی در میز مینشینه و گفتگو میکنه، با عنوان یک موجود برابر با شما ارزندام نمیکنه. او پیش از پیش به این باور است که یک ماموریت ازلی آسمانی داره و او ماموریت ازلی و ابدی و آسمانی شی است که شما و رسانه شما مثلا مردم باید اصلاح شان بر اساس تفکری از او. چون او فکر میکنه که خودش رو بهش رفته نیست، خودش رو به اصطلاح پیش از پیش خداوند دوره دیگه به اصطلاح برگزیده است، یک موجود برگزیده است، یک موجود برجسته است و او بهشت میره. او که شما به زورم بخواین شما رو بهشت میبره، اگر به زورم نخواین شما رو به تماق و تفنگ و دره و قانون امر بالمعروف هر چی که اونا دارن با اونمو شما رو به بهشت موعوده که خودش به اون فکر میکنه میبره. بنابراین وقتی که شما در گفتگو صحبت بحث گفتگو با عنوان یک اصل دموکراتیک، طرف گفتگوی شما شما رو باید با عنوان یک موجود برابر یا حداقل یک موجودی که میتونه استدلال بکنه که شما گپ بزنه، شما رو پرسش بکنه، پرسشگری بکنه و شما رو به چالش بکشه، باید قبول داشته باشه. بسیار تشکر آقای سهیل. آقای دانشور، یک موضوع دیگه که مطرح هستی است که آیا طالبان حاضر به این هم هستند که با رسانه های آنچه که آقای سهیل بهش اشاره کردن، با اینمی تعریف ها در رسانه های که طالبان دسترسی ندارن به او بیاین حاضر شوند و گفتگو بکنن، صحبت بکنن و, و, و حاضر به این شوند که پاسخ بدن؟ ما تجارب به ما نشان داده که طی حداقل یک سال اخیر محدودیت و ممنوعیت بر سخنگویان حاکمیت فعلی هم افزایش یافته و در بسا موارد گفته شده که در خیلی از موارد بجز یکی دو نفر مشخص که برای اینا هم خیلی از مباحث دیکته شده است، دیگران حق و صلاحیت صحبت را ندارن، حق صحبت با رسانه ها و مسئول رسانه ها را ندارن. ای به این معناست که اونها بر خود زیررسان خود هم ای اعتماد لازم را ندارن و تاکید ما ایست که در این منابع سخنرانی و صحبت و مباحث و خیلی از گفتمان ها هم حاکمیت فعلی میدان را بازنده میدانه. در غیر صورت چرا در خیلی از مباحث و میزگیرهایی که بحث مناظرهای علمی مطرح میشه اینا حضور پیدا نمی کنن؟ ما معتقد به این هستم که اونها این نگرانی را دارن و این نگرانیشان بسیار جدی هم هست و اینا وقتی در میدان حاضر نشن خواهی نخواهی بازنده هستن. ممنون. و مخاطبان ما و مخاطبان رسانه ها و کسانی که سواد رسانه ای دارن قضاوت میکنن که اگر حرفی رو برای گفتن دارن باید در میز مذاکره و در میز مناظره بنشینن و در وقتی که اینها نمی نشینن خب خواهی نخواهی بازنده میدان هستن و رسالت و مسئولیت ما هم به عنوان یک خبرنگار بیطرف و به عنوان یک کسی که اصل بیطرفی را رعایت کردیم در اینجا محفوظ میمانه. در غیر صورت خواهی نخواهی میگن خب به هر حال ما دلایل خود خود داریم، استدلال های خود خود داریم، در حالی که دلیلی هم ندارن، استدلالی هم ندارن، اما از این ابزار به عنوان ابزار برگبرنده استفاده میکنن. بسیار جد تشکر. حضور هستم، باورمند هستم که حضورشان باعث بازندگی بیشترشان در از آن. بسیار جد تشکر مهمانان گرامی آقایان دانشیار و سهیل از حضور شما در برنامه. بیننده عزیز تشکر از شما هم که تا این دم بیننده برنامه ما بودید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.